در این برنامه قراره مجدداً با خانم زیبا ناوک در خصوص تابو شکنی جنسی در جامعه ایرانی با همدیگه صحبت بکنیم. میدونیم که خیلی از ما ایرانی ها به علت مشکلاتی که در حوزه فرهنگی اجتماعی آداب اخلاق و و و و داشته ایم باعث شده که در خیلی مسائل خودمون رو کاملا حق به جانب بدونیم، خودمون رو محق بدونیم و هر کسی که برخلاف نظرات ما بخواد صحبت بکنه یا نظریه پردازی بکنه با اون افراد شروع کنیم به برخورد کردن. یکی از این افراد که سعی کرده خودش باشه و میکنه خانم زیبا ناوک هست. زیبا زینب ناوک الان اومدش. درود بر زیبایی عزیز. درود بر بابیک عزیز. خوبی؟ آره خیلی خوبم. بذار اینم ببندم و اینم روشن کنم. خب من تصویرم خوبه؟ عالی تصویر شما بسیار بسیار عالی است. خیلی خوشحالیم که امروز هم مجدداً خدمت شما هستیم برای یک گفتگوی چالشی. امروز زیبا میخوام اول بپرم یه کمی هرچی بد و بیرا که بهت گفتن توی آخرین لایوی که با هم داشتیم، چون شروع کردیم به بحث موضوع تابو شکنی و همین افراد من فکر کنم از تو میترسن. زیبا تو چیکار کردی با جامعه ایرانی که انقدر یک بانوی وحشتناک برای اینا به نظر میسی؟ چیکار کردی با جامعه ایرانی؟ خب میخوای کامنت ها باشه؟ نه کامنت ها رو میبندم الان. چشم کامنت ها رو ببندیم بعد دیگه که حواسمون هم پرت نشه. خب سوال خیلی خوبیه، چون واقعا خیلی ها میترسن از من و حتی در این شهری که من هستم هامبورگ خیلی ها به عنوان یه زن خیلی خطرناک منو میشناسن. از چه نظر خطرناک؟ ببین خطر، اصلا تعریف بکنیم که خطر در چه مواقعی پیش میاد. یکی اینکه یکی ممکنه مثلا یه نفر مورد تهاجم، خشونت، ضرب و شتم، مثلا من الان یه مثل بروسلی باشم، یه دونه مافیایی داشته باشم و یه سری چیزم و یه باندی هم درست کرده باشم. خب اینا میترسن دیگه که مثلا ممکنه زیبا رهبر یه باند نمیدونم خطرناک زد و بنده. خب یکی از اینه که خب من نه یه همچین رهبریتی دارم، نه یه همچین کاری میکنم و نه یه همچین زوری دارم. به شدت هم ترسو هستم از این جنبه که یکی بیاد به من نزدیک بشه و اصلا میگم که هیچ کاری نکن. من مقاومت نمی کنم. خب تو فقط حالا چیز منو نزن، من نازنازیم. این از این. دوم این که یکی به از شکایات بترسه، از این که مثلا فرض کنید که این به مقامات ارتباط با مقاماتی داره، نمیدونم هی شکایت میکنه، فلان میکنه و نمیدونم. خب و شما این مسئله رو به مراجع قانونی بکشونید و اینکه طرف بگه که خب این دست به شکایتش خیلی خوبه که من این کارم نمی کنم و تا حال همه چیزا رو آزاد گذاشتم در رابطه با خودم، هر استفاده ای شما فکر کنید، هر فایلی، هر مسئله، هر کسی تا حالا من نه یک کس رو ریپورت کردم توی اینستاگرام، نه کسی رو مثلا این همه پیجای فیک درست کردن، این همه کارهایی خواستن در رابطه با من انجام بدن، نمیدونم گفتم فیلمایی درست کردن، کلیپایی درست کردن، نه شکایتی که هم گفتم انجام بدن. پس اینم نیست. یکی دو بار خواستم کسی که پول منو خورده برم شکایت کنم که آخرین بارش هم 2000 یورو یه آقای از همین مهاجرین و فلان اینا بود که خب به هر حال من خواستم شکایت کنم، نهایت هم دیدم که به اون چیزی نمیارزه. یکی دو بار که آخر شکایت رو ول کرد. خب پس مسئله شکایت هم نیست، ولی مسئله ای که هست اینه که رازنداری، مسئله رازنداری و این که من بهشون میگم
به خصوص کسانی که بیشتر از من میترسن، اونایی که مردهایی که میان سراغ من، حالا در مورد زنها میگم که اونا چرا میترسن. چقدر برای ما کامنت فرستن، فقط امروز میخوام یه نیم ساعت فقط بشه اینا رو بخونم بشنن. ببین اینا از این منو به عنوان خطرناک میدونن، چون وقتی من بهشون میگم من راز ندارم، بارها بوده مردایی مثلا اومدن گفتن این که طرفدار لختیه، نمیدونم برهنگیه، این که طرفدار چند همسریه، این که طرفدار عشق آزاد فلان، پس دیگه بعدم اینقدر میگه میخنده و راحته و فلان اینا. خب ببین تا موقعی که به من نزدیک نشدم، وقتی به من نزدیک شدم بهشون گفتم که ببین از من تا همین جا که اومدی اسمت رفت تو لیست کسانی که من در رابطه باش خواهم گفت. خب تو از اینجا به بعد ببین باید انسان ها پیامد کارایی که میکنن رو داشته باشه. وقتی طرف میگه زیبا من حاضرم برات اینو بگیرم، این کارو بکنم، فلان کنم، ولی هیچ کس نفهمه، من قبول نمیکنم. خب اینجور میشه که مردایی که میان اینجا و بعد دیگه چیزو نه ما اینجور، نه شما جای خواهر مایی، شما جای فلانی، نه بابا یه همچین مسئله ای نبود، و بعد دیگه میرن میگن که این خطرناک. خب چرا؟ چون که اینجا مرد، دو تا از مرد، یه بار داشتم میامدم گفتم ما چند نفریم میخوایم بیان تو رو بکنیم، خب گفتم بیایید، ولی دم در من یه عکس از شما میگیرم. گفت چرا؟ گفتم که خب میگیم که به همه میگیم ما هم دیگر رو کردیم دیگه. بعد گفتم اگه کردم بعده چرا میکنی؟ اگه خوبه بذار زن بچت هم بفهمه. خب اینه که دیگه همونجا تلفن رفتش. خب ببین اینجا میشم خطرناک، چون رازهاشون، پرونده هاشون، مسائلشون دست من میاد، گندکاریشون، و بعد ماها اسمشو میذاریم حریم خصوصی. خب هر غلطی میکنیم اسمشو میذاریم حریم خصوصی، و بعدش هم میذاریم میگیم که نه دیگه این تعرض کرده به حریم خصوصیم. آقا جان شما دیگه الان داری میای، من از ابتدا میگم من راز ندارم، اصلا اعتقاد به حریم خصوصی هم ندارم، به من نزدیک نشید دیگه. مجبور این همه دخترای خوشگل، این همه زنای جوون، این همه آدمایی که واقعا هست، خب بری سراغ اونا. از اون ور دکتر شما میگی وقتی من میگم من این سیستم، تو این سیستم کار نمی کنم به خاطر اینکه من راز ندارم، من محرم اسرار شما نیستم. آقا این همه مؤسسات، این همه دکترا، این همه پزشکا محرم اسرار، شما باید بیای سراغ یه آدمی که به از نظر شما وقتی یه مسئله ای رو به من میگید من هستم در رابطه باش تصمیم میگیرم. خب نگید. خب اینجا میشه که خب بعد اونایی هم که میانو یه دوگانگی هایی داشتن، یه نمیدونم گندکاری هایی داشتن، و بعد میره طرف میره میگه نمیدونم نه من به قسم مادر میخورم، به نمیدونم قسم به خدا میخورم، مردم میفهمن دیگه که خب اون دروغ، یعنی یک نفر الان بیاد در زندگی من یه دروغ رو نشون بده، من حاضرم 10 تا جایزه بهش بدم، خوشحال میشم. اما بیاد بگه که من در یک جای خب این افراد وقتی میخوان بیان خب میگن زیبا اینه 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 اینه، این حرفا رو میزن. به هر حال این مسئله خطرناکی چند جنبه میتونه داشته باشه، و اون جایی طرف میترسه از من نمیترسه بابک، از عمل خودش میترسه، از بیان شدن گهکاریش، گندکاریش، دروغاش، مسائلش. کسی که مثلا فرض کنید که اومده یه قاچاق، اینجا قاچاقچی، 3 نفر قاچاقچی اومدن اینجا یه بار، من متوجه نمیدونم از زبون یکشون فهمید در رفت و فلان، گفتنش که من متوجه شدم اینا قاچاقچی. خب میگم آقا شما قاچاقچی هستید؟ گفتم اول بپرسم دیگه. یا میگه گفت بعد میگم که خب این بالاخره مشخص شد و نتونست در مقابل این صحبت. خب خانم شما رو کی آورده؟ خب یه قاچاقچی آورده. گفتم نه من قاچاقچی نیورده. بعد حالا خلاصه میخوام اینو بگم، بهش گفتم که شما تا اینجا که اومدید شما نمیتونید با من، من اگه 2 تا
گوش دارم دو تای دیگه هم میگیرم، موقعی که اینجا یکی به تو زنگ بزنه، یه کار توی محدوده خونه من، توی محدوده دایره رابطه من، هر خبری که باشه من به دیگران میگم. برای هم این یه دفعه رفت اونجا توی بالکن به دوستش گفت یا بریم از این خونه. خب رفتن دیگه. خب باشه، تو میخوای قاچاق کنی، تو میخوای فلان صد تا کار انجام بدی، بعد میخوای من رازدار نیست. در رابطه با مسائل سیاسی اینجوریه، در رابطه با مسائل اقتصادی همینه، در رابطه به هیچ کسی الان یه اطلاعات جمهوری اسلامی بیاد از من سوال بکنه به اونم میگم، ناسا هم بیا سوال بکنه به اونم میگم، تو هم بیای سوال کنی به اونم میگم. به هر حال من در زندگی خودم این، ولی یکی بگه که نه تو برای ما کار کن و این مسئله رو نگو، خب این مسئله رو وقتی نمیپذیرم، خب اینا متوجه این مسئله میشه. خب پس این مسئله حرکت خطرناک بودن رو متوجه بشه. این از این فکر کنم یه توضیح کلی دادم دیگه. این در مورد کسانی که باهات در ارتباطن، اما کسانی هم داریم که مستقیما باهات در ارتباط نیستن، مطالبت رو میخونن یا اینکه صفحات رو تو پیگیری میکنن. اینها هم تو رو به عنوان آدم خطرناکی میدونن. بذار چند تا کامنت رو من بخونم تا موضوع روشن. بخونم. اول یه کامنت خیلی مثبت رو بخونم. نوشته سلام آقا بابک، من بارها هر جا علاقه نداشتم ایراداتتو گفتم، اما این بار فرق داره. اینا مربوط به ویدیو قبلی مونه. خوشم اومد و آفرین که از دریچه از یک دریچه به یک موضوع نگاه نکردی. جسارتت خوشم اومد. من زیبا ناوک آنالیز کردم، بارها 50% چیزهایی که تابوی زنان بوده در روابط جنسی و انتخاب مردان اشتباه داشتم بهش پی بردم. اینجا خوشم ازت اومد، داری پیشرفت کنی، من کیف کردم برات. آفرین بابک خان، دمت گرم. این گفتگو بود که من به محتوا توجه نکرده بودم. فقط میتونم بگم مردی که با ناوک رفت تو دل اقیانوس، یک ماهی قرمز تو دریا تصور کنم. شازده کوچولو، دمت گرم. یعنی خیلی برش جالب بود، چون میدونم من در طرف تو یه جالبی بود. آره من در طرف تو یه جایی خیلی چی دارم، خیلی حریم دارم، یه جایی خیلی حریم ندارم، ولی افتراق من و تو اینه که من یه جایی خیلی حریمه رو دارم. بعضی دوستان خب میگه آن این نکتهش جالب، میگه دکتر سوخو کاری انجام دهید و با کسی مصاحبه کنید که وقتی شما فرزندتان، خانوادهتان 10 سال بعد به آن نگاه میکنید به کار شما افتخار کند. میگه من همیشه به کاری که میکنم افتخار میکنید. میگه خدمت شما عرض، یکی دیگه جواب داده اگه افتخار میکنی که مبارک. میگه یکی نوشه والا چی بگم بر باعث و بانیش لعنت. این خانم محترم مبتلا به اختلال دو قطبی به احتمال زیاد نوع اول است. حدود 1% جمعیت بشر به اون مبتلا هستن. خود ایشون که پزشک هستن در ابتدا به اون اشاره کردن، ولی گفتن که دارو مصرف نمی‌کنن. این یک اختلال است که با دارو کنترل می‌شد ولی معمولا از بین نمی‌رود. ایشان را نباید به چشم بدکاری یا تحول‌خواه یا تابو شکندید، فقط اختلال روانی دارن. دکتر صبح گفتی شباهت‌هایی با ایشان احساس می‌کنید، یک بار باید عرض کنم دکتر؟ برو دکتر. گفتم خیلی خوب، مزاح بیمزه. دکتر برو دکتر. بگو با اومدم دکتر برو دکتر، اومدی به دکتر دیگه. میگه یکی دیگه میگه منم خیلی وقته که میدونم این خانوم اختلالات روانی داره، تا قبول نکنه و در مصرف نکنه، حتی دارو مصرف نکنه. خب حالا برو سر این چیزی که گفتی که مردم یه از یه جنبه دیگه میترسن، اون خانم اونا رو بگو. زیبا ناوک یک زنی که بی تربیتی و وقاحت رو چنان زیر پا گذاشته که هرگز جایگاه در نجابت زن ایرانی ندارد. من دارم تک تک این تیکاشو. نجابت، عفت، نجابت باشه. اوکی. ضمن احترام به هر عقیده ایشون، افکار و اعمالی داره که برخلاف ادعایشون جامعه بهتر و شادتر را خلق نمی‌کند و باعث عدم تعهد می‌شود. نکته دوم عدم تعهد. آها اوکی خوبه، درسته، راست گفته. خاک عالم بر اون سرت که داری یک هرزه رو پرزنت می‌کنی. این بیمار هرزه سکس با محارم رو، سکس با محارم نکته
تبلیغ میکنه، بعد تو با یه قیافه کودن نشستی خنده ابلهانه میزنی جلوش، چه توجیهی برای این رفتار مخرب داری مردک؟ من رشان دوست از این لطفا مؤدب بودم مشکلی پیش نمیاد. خب راستی مدینه فاضله آیا بعضی کشورهای اروپایی نیست؟ بذار ببینیم ایشون بیشتر داستان نوشته، ولش کن. به نظر من کاش اسم اون خان دکتر رو نمیگفت، حساب کنید چه اتفاقی میفته واسه اون خان دکتر، دوست مشهدی، چون توی ایران خدا حیرانی مقدمو. خب حساب کنید اونجا نگفته تو اینجا خیلی ها اسم ایشون رو بشن و کنچکا میشن برن اون دکتر رو ببینن، برن ببینن بپرسن دیگه، شاید هستن باید برخورد کنم، ما میخوایم برن ببینن دیگه. خب جامعه فضوله. نکته بعدی جامعه فضول، من اون میگم تو میدونم داشت میکنی. آها یعنی که جامعه سواله، جامعه من دارم نوت برمیدارم. جامعه فضول. خب حالا بریم یکی دیگه. آقا بابک، ما آخر نتیجه گرفتی از سخنان خانم زیبا زینب زیبا؟ آخر با اینکه همسر خودش رو دوست داره با مردهای دیگه هم رابطه داره و این را اسمش رو گذاشته به خود رسیدن و مرزها را شکستن. من به کسی نمیخوام توهین کنم، یک فرق مهم میان انسان‌ها و حیوانات اینه که انسان‌ها دارای عقل و خرد هستن، یک آدم دیوونه خیلی راحت در خیابون شلوارش رو باز کرده و کارش هم انجام ده، ولی یک آدم با فکر سالم این کارو قبول نداره. آن خانم که در وسط اتاق شاشیده احتیاج به کمک داشته، هیچ ربطی به آزادی شاشیدن من روی لودویگو میگه و از بند رها شدن نداره. من به این خانم توهین نمی کنم، ولی سخنان او با عقل و شعور همخوانی نداره. یعنی خانم زیبا خانم شما عقل و شعور نداره. و حالا یک سوال نظرشی دیگه، خب شاید از نظر اون ندارم دیگه. خب اوکی، اگر پسرش اون از من پرسید، اگر پسر شما یک روزی با یک خانمی آشنا بشه از نظر فکری شبیه خانم تاب و شکن و میخواد با اون ازدواج کنه، شما چه چیز به پسرتان خواهید گفت به عنوان یک پدر؟ اگه دوستاشی جواب بده، من نمیشم هر کس در زندگی خود آزاد هر جور میخواد زندگی کنه تا جایی که باعث مزاحمت کسی نشه. بذارید یک دیگه پایین. درود بر شما و درود بر زیبا، واقعا احساس میکنم 100 سال بزرگتر شدم با این لایو. اینم یه نفر کامنت نمیدونه. آره خب زیبا چون حالا من میخوام یه تحلیل خودم رو بدم. آره تحلیلتو بده. البته من این یک دو سه شش تا نکته رو نوشتم، ولی خب تو سوالتو بکن تا من جواب. ما توی خدمت شما عرض کنم که اینستاگرام هم کامنت های زیادی باز در موردتون گرفتیم، خدمت شما عرض کنم که، و عمدتا حرفش این بود که تو در حقیقت فردی هستی بیمار. خب اما من میخوام اینو بگم، مشکلی که من حس میکنم اینه، به خصوص خانوم ها خیلی نسبت به تو وحشت کردن. بر اساس تجربیاتی که من در دوره های کاری خودم داشتم با شاگردای خودم، کسانی که اینجور دارن برخورد میکنن دقیقا در درون خودشون وحشتی دارن یا تمایلی دارن که نمیتونن ابراز بکنن، نمیتونن عمل بکنن و از دیدن زیبا دچار خشم میشن نسبت به خودشون، و چون نسبت به خودشون نمیتونن خشم رو بروز بدن، روی زیبا تخلیه میکنن. آره فرافکنی یا کن. مثلا حالا یه سوالی هستش که آخر سر دوباره ازت، راجع خامنه ای دوباره ازت خواهم پرسید، چون یه موضوع بود خیلی روش تاکید داشتم، ولی من در زیبا دیدم تفسیر خودم رو کنم. زیبا یه آدمی برخلاف 99% ما ایرانی ها سعی کرده خودش باشه، اگر دیوانه است دیوانگیاش رو نشون داده، اگر مجنون بوده مجنون بودی خودش رو نشون داده، اگر هر چی بوده، اگه روی کسی شاشیدم گفتم بیان ببینید با شاشیدم، اگه گفتم مثلا تعهد ندارم در کنار شوهرم کسی دیگه هم خوشم میاد، هم به شوهرم گفتم هم به کسای دیگه گفتم، اگه همه اینا رو، اگه الان که بوده، اگه گفتن نجیبی نجابت نداری، گفتم یه استوری گذاشتم من نه عفیفم نه نجیبم و خوشحالم که نه اسمت دارم نه زن با اسمتیم نه با افت. آره نیستم دیگه بابا، من آدم نجیب نیستم. یه نفر تو این دنیا میتونه باشه نجیب نباشه؟
آخه نیا که باید نجابت افافت رو به قول خودشون تعریف بکنیم. دختری که یا زنی که خودش دوست پسر یه مخفی داره تو دوران مجردیش میره هزار تا کار میکنه، بعد چون در ایران میدونه یا میخواد خودشو نجیب نشون بده، میره میده واژینوپلاستی براش انجام میدن، میده هایمنشو میدوزن، بعد پا میشه میره در شب ازدواج خودش 100 تا ترفند میزنه که یه خونی در بیاد به شوهرش نشون بده، اون این نمیتونه موافقه این من باشه. حالا بیا سر این مسئله که این چیزایی که الان با تمام این کامنت ها سوال مشخصه تو از من بپرس که رو اون جواب بدم. سوال مشخص من اینه، تو چرا اینجوری هستی؟ چرا آدم رو باید نسبت به تو اینجور خشم داشته باشن؟ چرا با خودت بیرو درواسی هستی؟ ببین به خاطر اینکه خودم از همه بیشتر دوست دارم، برای اینکه من با اش ببین الان بابک، من الان یک ساعت ما با هم دیگه لایف داریم، خب بعد از یک ساعت بای بای. خب من الان ممکنه یه حرفی بزنم که تو خوشت بیاد، ولی 24 ساعت با خودم هم. من همیشه سرلوحه زندگیم این بوده که زیبا به خودت بدهکار نباش. اگه میخوای این کارو بکنی ببین دلت میخواد. ببین من اگر رفتم زندان، رفتم 5 سالم زندان افتادم و تاوان دادم چون خودم خواسته بودم. هیچ وقت من نگفتم منو گول زدن، منو به راه فلان کشیدن. آقا من خودم خوردم خربوزه، خوردم خربوزه پای لغزشم نکستم دیگه. الان من مثلا دوست دارم که آقای لودویک یه پس مردی بود، یه بار گفت آرزوی من اینه که من شاش کسی رو بخورم. منم تازه باش آشنا شده بودم، تازه این جریان رو نمیشناختم. و من نگاه کردم گفتم من هیچ چیز جنسی هم ندارم، نه پارتنر منه نه چیزی. من با خودم گفتم ما که میخواییم زوویزه و توی توالت بشاشیم، بذار توی اینم بشاشیم این خوشحال بشه دیگه. منم تازه یه حرکتی میبینم، یه چیزی رو میبینم. بعد گفت من دوست دارم فیلم بگیرم. گفتم خب صبر کن ببینیم یه نفر پیدا میکنه فیلم بگیره. بالاخره من این کارو کردم یا نه؟ فردا اگر یه نفری میمد میگفت زیبا ناوک تو این کارو کردی، من میگفتم نه بابا من این کارو اون لحظه تصمیم گرفتم، به هر انگیزه‌ای به هر دلیلی انجام دادم. اصلا حالا اصلا یه آدم بد خوب من از این کارو خودم الانم پشیمون نیستم. آقا اون شاشو خورد، منم دیدم، منم تو اون لحظه فیلم گرفتم، خودمم دیدم، اتفاق آنچنانی هم نیفتاده. بعدش هم مثلا فرض کن طرفدار برهنگی بود، منم برهنگی بودم، گفت لخت باشیم، گفتم باشه باشیم، ما که جلوی تو مناطق لختی ها هستیم. خب حالا یکی میگه وای میدون، من به هر کی میگه که این فیلمو دارم میگم پخشش کن. خب پخشش کن، منم دیگه ببین میخوام اینو بگم بابک، من با خودم را از خودم راضیم. من 24 ساعت با خودم زندگی میکنم. من به این تمام مشکلات روحی روانی من موقعی بود که من رول بازی میکردم، یا به خاطر مامانم، یا به خاطر بابام، یا به خاطر این، یا به خاطر اون. الان نمیخوام به خاطر بابا مامانم. من وقتی فیلم سکس خودم رو با حمید صادقی به فیلمشو گرفتم، اصلا گفتم به بابام، به دست بابام رسوندم، گفتم نه از کسی دیگه نشنوه. آقا بالاخره من با این آدم سکس کردم دیگه. خب من فیلمم گرفتیم، هولو کاتاستروف، آی این خانم. آقا جان من از کجا آمدم؟ بابای من اگه بگه که یه بار اولین بار اومد گفت دخترم من شنیدم این عکسای لخت، اون موقع هنوز مثل الان نبودم، اگه الان بودم میگفتم چیه بیا الان بیا با تو هم عکس لخت بگیرم. اون موقع یه ذره اینجوری بودم، گفتم آجان فلان بله این اون، اینجوری گفتم. خب به خاطر چی اینجوری کردم؟ هنوز یه مقدار ملاحظه پدر مادرم رو میکردم، حالا ملاحظه نمی کنم، نه پدر نه مادر نه با بزرگ نه کوچیک نه فلان. نگاه میکنم در کار خودم اگر به کسی ضربه زدم بله بیاد من تاوان بدم. آها اون که راضیه، منم که راضی، هر دو خوشحال. حالا شما ناراحت از این هستید که من روی لودویک شاشیدم، اون شاشه منو خورده. خب من الان شما میگید من چرا این کارو کردم؟ بلکه اون لحظه دلم خواست. میگن این کاری که تو میکنی با قواعد اجتماعی، اخلاق اجتماعی و
یکی برام پیغام داده بود اینو فردا بچه ها ببینن، بچه های کوچیک ببینن، بچه تو ببینه چی میشه؟ خب ببین، اولا که بچه اگه ببینه، ما حالا در رابطه با بچه ها میتونیم یک بار دیگه مشخصا در مورد بچه ها صحبت کنیم که چه جوری من خودم تجارب مختلفی در رابطه با آموزش دو تا بچه هم بزرگ کردم، فرزند خونده های بچه شوهرم و شوهر دومم و همسرم جمال شیر محمدی رو، هم این که با بچه ها خیلی خیلی برخورد داشتم و تجارب من در رابطه با آموزش با این و حتی زندگی درمانی های در رابطه با بچه ها دارم. این اگه خواستی یه روزی میتونیم اصلا تیتر ما این مسئله باشه. اما حالا در رابطه با این که میگن اخلاقیات نیست، من میخوام به تمام این افراد یه حرفو بزنم. اخلاقیات و این ارزش رو کیا ساختن؟ انسان ها ساختن. یه چیزی که امروز یعنی 40 سال پیش طلاق کاتاستروف و فاجعه و نمیدونم تابو بوده، الان عادی شده، از هر 3 دونه ازدواج 2 تاش به طلاق منجر میشه، عادی، جشن طلاق هم میگیرن. خب پس این ارزش های اخلاقی خب به مرور زمان تغییر میکنه. یه زمانی اصلا صدای زن باید در نمیمد، الان مثلا فرض کن بعد از یه مقطعی این مسئله تغییر کرده. پس یک ارزش های ما ها، این ارزش ها رو انسان ها می سازن و در جوامع مختلف می سازن و در طول تاریخ دقت بکنید حتی سکس با محارم خب در رابطه با در زمان ما نمیدونم کوروش و نمیدونم هخامنشیان اینا یک چیز با ارزشی بوده. خب اون ارزش بوده در زمانی که فرعون بوده، اگر کسی فرعونیان باید خواهر و برادر با هم ازدواج میکردن که همین کلوپاترا به خاطر اینکه به برادرش احساس جنسی نداشت کلی مسئله داشت، آخر سر وادارش کردن که نه تو باید با برادرت ازدواج کنی تا برسی ملکه مثلا فرض کنی مصر بشی. پس ارزش ها در جوامع مختلف. شما من یک بار بابای من همین مسئله رو گفت، میدونید تو اسکیموها، حالا من نمیخوام اسکیمو، شاید حالا مثلا زیاد کلمه چیزی نباشه، ولی خب به هر حال به خاطر اینکه رایجه من با بار تحقیرآمیز نمیگم، به عنوانی که این افراد هستن اینو عنوان میکنم. اینا شما وقتی که مثلا فرض کنید شبانه میرید خونهشون مهمان هستید، بعد مثلا فرض کنید غذا رو میذارید جلوتون، میاد مهمان، بعد شب که میشه خانمشو میگه میاد تو، میگه برای چی؟ میگه که خب شما غذای خوبی خوردید، ممکنه نیاز سکسی داشته باشید، با خانم من میتونید سکس کنید. حالا تازه موقعی که بعضی ها اینجوری هم میگن اگه خانم من سکس نمیکنه دوست نداری، مثل غذایی که هسته. من همینو یه بار به بابام گفتم، به بابام گفتم که آجان شما که همین آبرو و ارزش ها رو میگید، ارزش ها توی جامعه جوامع مختلف فرق میکنه. یه جا گاو رو میپرستن، یه جا گاو رو میکشن، یه جا کی رو میپرستن، آره یه جا کی رو میپرستن، یه جا کی رو نمیدونم میگن بد زشته. پس شما یه جا میری ذریع امام رضا رو میذاری، میگه گلاف میزنی فلان میکنی من واسه فلان میکنی، یکی هم میره مجسمه کی رو میذاره میگه ای کیر بزرگ من آرزوی منو برآورده کن، یکی هم میره نمیدونم تراکتور رو میذاره امامزاده میکنه، یکی هم میره نمیدونم آبگرم کن رو چیز میکنه، یکی میره درخت انجام میده. اینا ارزش هاست در جوامع مختلف. پس بنا ارزش ها قابل تغییرن. اصالت با انسانه، اصالت با این مسئله هستش که ما ببینیم که ما انسان. الان شما فکر کن به خاطر اینکه اصالت رو به یک کتاب و آیین اسلام میدن، این هم آدم رو میکشن، آدم رو میکشه، بعد که مثلا یه دین رو نگه داره. خب من اصالت به دین نمیدم، اصالت به انسان میدم. انسان در یک جایی وقتی که به کسی آزاری نمیرسونه، حالا مثلا فرض کن گیه، آقا جان کون اونه، کیر اونه، میخواد با هم دیگه حالا هر کاری بکنم، من الان بیام تعیین کنم آقا لواته مباته چباته چراته بلاته، بعد بگم که گناهه، درسته درست نیست فلان نیست. حالا همین ارزش تغییر کرده، همین ارزش 40 سال پیش اینجوری نبوده. الان هم جنسگراها میگن با افتخار گی هستم. آقا اگه میتونستی 50 سال اینا بکنی
کردم از ارزش تغییر کرده دیگه. خب بس الان ارزش های اخلاقی، آقای محترم که دنبال این ارزش های اخلاقی هستی، نگاه کن ببین خودت واقعا قبل از اینکه اینا رو برای خودت که شستشوی مغزی شدی از کوچیکی و همش داری مثل توتی اینا رو تکرار میکنی، نجیبی، غیرتمندی، عفیفی، فلانی، اصلا اینا اصلا نمیدونی تعریفاش چیه، اصلا ناموس میدونی تعریفش چیه، فلان میدونی تعریفش چیه، اصلا فوشایی هم که میدید نمیدونی تعریفش چیه. پس شما الان یه ذره چرا مطرح کن، با خودت چرا مطرح کن، یه این مسئله رو بگو و بگو که چرا، چرا باید من اینو بپذیرم، چرا من اون زمان یه دختر 18 ساله بودم دیگه، 17 18 ساله بودم، به منم همین حرفو زدن باکرم، اصلا مسخره بود برام، 40 سال پیش برام مسخره بود، به خودم میگفتم اگر یک پسری بیاد بگه تو باکره ای، میگم نمیخوام اصلا ازدواج کنم. دنبال زنان فلان دیگه. بذار من یه سوال ازت بپرسم، میتونم اسمش هم بیارم دیگه چون شما باش لایو گذاشتی، لایوش هم منتشر شد، موضوع مولود. در موضوع مولود خب با یکی از محارم خودش رابطه داشته و موارد متعددی هم سر این موضوع اومدیم بحث کرد. حالا از یه طرف تو میگی طرف دوست داره بره با محارم خودش، نه اون محرم نبود، شوهر خواهر خالش بود. موردم در مورد پدرش من دیدم. آره اونو هنوز صحبت نکرده، ما نمیدونیم که چیه، فقط گفته یه تعرض جنسی بوده. تعرض جنسی با تمایل جنسی فرق میکنه، همینو من صحبت کنیم. میخوام اینو بگی، این که میگی در مورد محارم، آخه دیگه مثلا ما داریم، من یادم حدود سال 1382-3 در گرگان یک پدری رو گرفتن که با دوتا دختر خودش سکس میکرد. بعد اومدن به دخترها گفتن که چرا شما این کارو با پدرتون انجام میدادید؟ میگفتن برای اینکه ما خانوادهمون پولدار نبود، پدرم میخواست بره دنبال زن و دختر دیگه واسه اونا خرج بکنه، ما گفتیم ما این کار رو میکنیم، پول تو خونه برای خودمون خرج بکن. خب و به همین دلیل ما با پدر حالا اینو میخوام بپرسم، یکی یه مورد اینجوری داریم که طرف برمیگرده میاد خدمت شما عرض کنم با پدر خودش میخوابه برای پول، یکی داریم که به زور پدره میاد این کار باش انجام ده. خب سوال خب همین میخوام این مرزهای اینها رو بگی، بگی کدومش میتونه درست باشه، کدومش میتونه غلط، کدومش واقعا غلطه، کدومش واقعا درسته. نگاه چهار حالت نگاه کن، چه آفر همین که گفتی زیبا، تو گروه گفتی زیبا، میخوام به چالشت بکشم. گفتم من فهم آره دیگه خوبه، نه سوال خوبیه. ببین منتشر میکنیم، میخوام دوستان ببینن ما قصمون، یعنی من اون چیزی که دارم از زیبا، سیگنالی که از زیبا میگیرم، سیگنال فاحشگی یا سیگنال کلیپ ویدیوی سکسی پورنوگرافی که الان توی اینستاگرام و اینها فراوونه که بیا شیک بزن و نمیدونم سوتیانو تو باز بکن جلوی 50 نفر که تعداد فالوورات از 1000 تا بشه 2000 تا، این نیستش، پوشش یه فلسفه است که این فلسفه داره کار جامعه رو تکون بده و همیشه هم کسانی که برخلاف جریان جامعه حرکت کردن در ابتدا منفور جامعه بودن، همه افراد رو شما نگاه بکنید این گونه بودن، حالا بخصوص اونایی که تابار میشن. برگردیم سر سوال، برگردم به اون سوال تو. ببین دو تا مسئله رو مطرح کردی، یکی مسئله تعرض یا تجاوز. خب این مسئله در هر زمینه از نظر من محکومه، به این خاطر که ما در یک جامعه هستیم و همزیستی با نشاط میخواییم داشته باشیم. اگر اینجا حالا مورد مولود مثلا، حالا اصلا بگیم یه دختر فلان اینو با دلخواه خودش، با عشق خودش، یا مثلا ستاره با دلخواه خودش میره با برادر شوهرش، هر کدوم از اینها خودشون انتخاب میکنن و دوست دارن، طرف مقابلم یه درصدیه دیگه، اونم انتخاب میکنه.
درسته؟ پس اینجا این مسئله در اون مورد تعارض یا مسئله تجاوز جنسی مطرح نمیشه. اونجایی مطرح میشه این تجاوز حتی در رابطه زن و شوهر. ببینید من خیلی موارد رو من میدونم که زن و شوهر، زنه میگه که شوهر من بدون دلخواه من با من سکس میکنه، میگه زن منی، من اینم تجاوز میدونم، من اینو قبول ندارم. من میگم اونجا بدون اجازه، بدون تمایل، یعنی چی من با تو چون زن تو هستم باید خدمات جنسی بهت بدم؟ من اینو قبول ندارم. پس این رو به یه نوعی تعرض میدونم، تجاوز میدونم و خودم شخصا مقابلش وای میستم، این کار رو به هیچ عنوان نمیپذیرم. خب یه موردی که اما در مورد مثلا فرض کنید توافق دو طرف، ما مورد مولود رو در نظر میگیریم با یونس، شوهر خالص. ببین اشکالی نداره که این دو نفر با هم دیگه انتخاب بکنن و با هم سکس بکنن. اشکالش در کجاست؟ اشکال اینه که این دو نفر تنها نیستن، که اینها توی مجموعه دیگه هستن. یونس یه زن داره، یونس دو تا بچه داره، یونس رابطه این نمیتونه بیاد بگه خب حالا تو موافقی، من موافق هستم، پیامد ها بین خودمون بمونه دیگه، اینجا یه حریم خصوصی علکی برای خودمون ایجاد بکنیم. کاذب. خب نه، من اینجا تنها نیستم، دایره گسترده تره. در رابطه با سکس با محارم هم همینطور. ببین من همیشه میگم تو گرایش داری به مادرت، به خواهرت، اینا رو باید بتونی دفاع کنی. ما توی غار که زندگی نمی کنیم که، شما تو با خواهر و برادر دو نفر که توی جزیره نیستید که، شما تو اجتماع هستی. فردا اگه بیای بگی که نه من به عنوان برادر میرم دخترم بره ازدواج بکنه، اینم به عنوان برادر بره باهاش سکس بکنه، بگه خب ما این دوتا میدونیم، نه من اینو قبول نمی کنم. اشکال نه در رابطه دختر با خواهر برادری است، اشکال در مخفی کاری است و عدم پیامدهای مختلف این رو دیدن و پذیرفتن. من میگم اگر شما تو عاشق مامانت شدی، مامانت هم عاشق تو شده، خب علنیش کنی، علنیش کن. یه نفر عاشق باید بتونه همه جا دفاع کنه از عشقش، یا نه مثل اون آقایونی که میان اینجا بعد میگه که نه من تو خیابون نمیخوام به تو سلام کنم، یا نمیخواد این مسئله رو هیچ کس ندونه. بعد توجیه چی میاره؟ جامعه ما، مادر من مذهبیه، این فرق نمیپذیره. ما که نگفتم که بپذیره یا نپذیره، تو میخوای یه همچین گرایشی داری، به من که نداری که، به نمیدونم ایکس نمیدونم جنیفر لوپز که نداری، به مامانت که تو خونته، مادر تو حقش بدونه. بعد از این مرحله که تو صحبتو کردی، پیامدهای بعدیشو در نظر میگیریم و میریم جلو، میبینیم باز تابار. اگه مادره گفت آره اتفاقا منم عاشق پسرم بودم، اتفاق، خب اونجا ببینیم پدر داره، نمیشه که پدر رو پدر ندونه. پس دایره رو میبینیم، خانواده رو میبینیم، باز تابار رو میبینیم. اگر میتونی اینا رو تحمل کنی، اگر میتونی اینا رو دفاع کنی، بفرمایین گوی و میدان، آفرین دو ناوتا، باریکلا به این عشق، احسن تو. پس توی عاشق واقعی هستی. من این تفاوت، این ما توی یک جامعه که زندگی میکنیم باید روابط اجتماعی رو ببینیم. من نمیتونم همین الان برگردم بگم که خب من این کارو میکنم، همسایم آلمانیه فلان، فردا ممکنه همسایه من بگه الان شما اینجا چیکار میکنی، من بگم نه حریم خصوصیه فلانه. بالاخره من دارم با اون زندگی میکنم، اگه من نتونم باهاش سوال بکنم، من نتونم باهاش رابطه برقرار کنم، خب اونم میتونه، اونم یه همچین جدایی اتفاق میفته. من در این تو در توضیح رابطه مسئله تو این رو عنوان میکنم که ما، من اساسا در رابطه با سکس و عشق هیچ مرزی رو قبول ندارم، مثلا خط قرمزی من ندارم. آ تو میخوای بری نمیدونم بدترین کارا رو بکن، ولی
خط قرمز یعنی اون مسئله پس که تو باید بتونی از اون کار خودت دفاع کنی. تو الان میخوای با زن نمیدونم تریسام بکنی، نمیدونم هزار سام بکن، اصلا هزار سام بکن، تریسام نکن، حرم سرا درست کن. ولی نمیشه که بیای اینجا برای زن خودت رول بازی کنی، برای کسی دیگه رول بازی کنی و بعد ببینیم که مثلا اینم واسه همینه من به تمام کسایی که میگم اگر کسی عاشق واقعیه من عشقش رو به من در دفاع از من دفاع زن من نمیدونم منو نمیفهمه، زن من بیماره، زن من منو ارضا نمیکنه، نه شعر رو برده از نظر من توجیه. یا اگر اینا هست اول بزنید اینا رو بگو، برو باهاش مستقیم صحبت بکن، بگو چون تو این مسئله رو داری. من خودم یه کلیپی دارم حریم نیمه خلوت زیبا و زن و شوهری به نام پوری و بهروز. بهروز از یه شهر دیگه اومد عاشق ما شد، گفت پوری زن من موافقه. گفتم اوکی من میام خونه‌تو میبینم، کلیپ دارم برای تو میفرستم اونو. خب رفتم خانمشو دیدم، خانمه بله درست 13 سال بود، 13 سال بود باهاش سکس نمی کرد به خاطر بیماری قلبیش یا فلان فلان. اما تا گفتم اوکی تو راضی هستی، تو مسئله هستی، یک دفعه مسائل پیش اومد که من واردش نمیشم، هر کی دوست داره بره تو اون کلیپ رو نگاه کنه. واقعیت با واقعیت عینی با حرف خیلی آره عزیزم من تو رو قبول دارم. با آقا دومی همون تو راه رو ما خوابیده بودیم، بعد من گفتم آره خیلی خوب تو مسئله نیست، خیلی خوب منم با این ازم بعدم نمیاد، با هم سکس میکنیم و بالش پر بالش پر شد دختر چیزهایی پر. آقا بیمار سکته ای کسی که حالش خوب شد و آخر سر این آدمی که کلیپشو دارم که نمیشته که میگفتش زیبا نمیدونم من دارم میبوسم الان پوری میبینه ها. دفعه بعدی اومده بود به من میگفتش که همون که بعد از اون جریانات و واقعیت در واقعیت خیلی اتفاق افتاد جدا شدیم، گفتم اگر میخوای با زیبا ناوک پیش بری همه با هم میریم، مخفی کاری نه. بعد که یه بار اومده بود هامبورگ و زیبا یه هتل میگیرم فلان تنها، گفتم اصلا داست کم نیشیم فراگر، یعنی اصلا در این نه اصلا زیر سوال نمی اصلا نمیشه قبول نمی کنم همه چه همون. و بعد سر اون جریان مجبور میشه برای پوری خونه به اسمش بکنه پوری. بعد گفتی پوری سیگار دوست نداره، میخوام به خاطر رضایت پوری سیگارم رو ترک کنم. و گفتم خوبه بس غیر ما به پوری هم رسید دیگه، یه خونه رسید و یه چیزی. پس زنان محترم ببین زن ها ممکنه وهله اول از من بترسن، ولی هر زنی با من آشنا شده متوجه شده که من در صدد تور زدن هیچ مردی نیست، چون اصلا اعتقاد به یه همچه چیزی ندارم. من اصلا شوهرهای خودم گفتم برید با هر کس که دوست دارید باشید، من کیم که به تو جلوی تو رو بگیرم. بعد الان من برم یکی رو تور بزنم بگم مال من شو، اونایی که مال من بودن همیشه مامانم میگفت تو شوهرها تو میبخشی، بعد من برم اونو بگیرم دست خودم بیام بگم که بیا با من باش. ببین این واسه همین میگفتم چرا من باید تو، واسه همین این زنها خیلی هاشون که با من میگفتن زیبا ما تو رو قبولت داریم، اما چون خودشونم تو این سیستم مالکیت بودن میترسیدن که ببین اصلا خودشونم میخواد میگه زنه مال من باشه، اونم میگه مرده مال من باشه، میترسه که یه دفعه بگه آره تو هم آزاد. خودش درونن احساس ناامن میکنه. به هر حال نمونهش رو اگه دوستان میخوان برن بزنن تو یوتیوب زیبا حریم نیمه خلوت زیبا ناوک با زن و شوهری و ببینید به کجا میرسه. پس در عمل خیلی فرق میکنه، همین کسانی که سکس با محارم میکنن مرحله اول انجام بده. خب یه پسری بود اومد رفت به مامانش که مامانش یه مامان
گفت دیگه باهات حرف نمیزنم، رفت از خونه و بیرون. بعد گفت با هم صحبت بکن، با یکی دیگه هم بود که گفت آره من میخوام با تو سکس بکنم. خیلی خوب، مرحله بعدی که این میخوای بکنی باید بری به پدر بگی، به جامعه بگی، بیا صحبت کن. کدومشون اومده تا حالا؟ پس هیچ کدومشون. همون مرد پسره که من شمارشو گذاشته بودم چقدر مسئله پیش اومد صبح، خودش گفت عکس پروفایلم، خب منم اسکرین شات گرفتم. خب بعد اومد گفت نه بردار فلان. خب برداشتم، من کار ندارم، برداشتم این مسئله رو، ولی میخوام بگم که خب تو نمیتونی دفاع کنی که من حتی گرایش دارم. خب پس تو میخوای بیای سکس کنی بعد بیای دفاع کنی؟ من فکر میکنم که تفاوت اینا رو تونستم تا حد زیادی در رابطه بکنم. بسیار بسیار جالبی گفتی. در حقیقت شرطی یا خط قرمزی گذاشتی که دقیقا همون بوده اخلاقی فرهنگی جامعه ایرانی، اون بخشش رو دیگه اصلا نمیتونه بپذیره. یعنی اون خط قرمزی که تو میذاری، میگی آقا اگر میخوای این کار رو انجام بدی مشروط بر اینه. دوستان من نمیدونم مال من قطع شد یا مال زیبا، بذار من کامنت ها رو باز کنم. دوستان آیا زیبا رو دارید؟ من زیبا رو ندارم. بذارید من چک کنم ببینم. آه الان زیبا اومدش. خب یه لحظه نرم زارا، تلفنت زنگ داره؟ نه بابا تو بودی. نه تو نه، مدت ها مدت. خب نه منم منتظر شما بودم، ای میگفتم اینجا چی شده. مهم نیست، حالا ادامه بده. بذار اینو توضیح میدادم که در حقیقت تو داری مسئولیت کار بزرگ و سختی رو میگی بپذیر، که در حالت عادی طرف وقتی بهش فکر میکنه اون عشقم میپره، مثل الکلی که میخوری یه اویی مثلا یه حادثه میبینی. آفرین آفرین. در حقیقت تو داری، ولی افراد فقط اون تیکه که برو به مادرت بگو رو نگاه میکنه، اونجا رو نگاه نمی کنه که تو داری. در حقیقت به نظر من، برای من شاید این چیه تو نباشد، این اصلا برنامه تو نباشه، ولی به نظر من اصلا خودش یه نوع روش درمانیه که تو اگر میخوایی کار بزرگ انجام بدی قبلش برو هزار تا مسئله رو حل بکن. این هزار تا مسئله رو اگه میتونی حل بکنی بیا این بیزنس رو انجام. قدم دیگه، من بر اول تا اگر کسی قدم اول رو بر نداره من جوابشو در مرحله دوم نمیدم. میدونی باید طرف این کار رو بکنه، باید این مسئله رو بر انجام بده. خب چی شد؟ نت چیزه؟ صدای من میاد؟ داریم صدا تو ادامه بده. آره میخوام اینو بگم که خب وقتی این مسئله مرحله اول، من که نمیخوام بشینم بگم که بیا برای همدیگه صحبت کنیم تو. من همه رو کلیپ ها رو براشون تو گذاشتم، تمام این کلیپ های من هست، توضیحات من هست. میخوای بیای اولا این که تر مشاورای اکثرا کسانی که سکس با محارم هستن، برای بچه ها بگم بهشون اکثرا اینا فیکن. درسته یه آدم واقعی هم پشتش هست، ولی این فردی که با یه آیدی فیک میاد، یکی دو موردی بودن که واقعا اومدن با شماره خودشون اومدن، با صدای خودشون اومدن، اینا اومدن در حد گرایش بود. خب طرف اومد بعد از این گفت نه زیبو میخوای مطرح بکنی فلان، که دارم دیگه توی این صفحه پیج من هست دیگه، نه من یه گرایشی بود فلان بود از بین رفت و اینا. چرا؟ چون من خواستم بهش گفتم که خب من دارم با تو میگم ضبط میکنم دیگه، تو میگی اشکال نداره. بعد که میای بعد از اینکه ضبط کردم و گذاشتم و اینا، یه دفعه نه یه نفر منو شناخته، من فکر میکردم منو نشناسم. خب دیگه یه نفر منش رو خواهش میکنم تو محل کارمون از صدا، حالا سه تصویرش هم نبود، از صدام شک برده به من. یعنی چی؟ این گرایش خیلی سطحیه دیگه. این افراد میخوام بگم یه نفر عاشق داد میزنه همه جا، نه یه گرایشات
خیلی واسه همینه که باید بکوبه. درست نیست، مادرته گناه داره، تو فلان شد، اینا کارساز نیست. کافی اینو بفرست، بفرمایید گوی میدان برسه، برو بفرما، برو بگو، برو بابا جلو، برو بابات هم بگو، به اونم بگو. ما مواردی رو داریم که تا اون مسئله هم تا یه مراحلی رفته، تا این مسئله رفته. ولی این فرد، من بهشون گفتم اگر شما نتونید بازتابای اجتماعی رو بپذیرید، این براتون بعد اینو میگه خوب دیگه، ما بعدا به زیبا نمیگیم، خودمون انجام بده. خب رو انجام بده، ببین به نتیجه میرسی، کمپلکستون بیشتر و بیشتر میشه، مثل تمام این آدمایی میشه تو جامعه ما که نمیدونم پولشو مخفی کرده، درآمدشو مخفی کرده، فلان، بالاخره یه جای گندش در میاد دیگه. این مسئله بسیار هم عالی. زیبا، خب مسئله اینه که الان توی جامعه ما اگه قرار باشه که همه بیان اینجوری همه مسائل رو فاش بگن، خب اینجوری اخلاق مداران میشه، همه میشن بی حیا. و بعد در جوام یکی برام نوشته بودش که در جوامع اروپاییش هم اینجوری نیستش که آدمایی بیان کارا رو بکنن. آدمی که اینجوری کارا رو میکنه، این آدم تو جامعه اروپایی و غربی، حالا منظور به عنوان یه آدم نرمال دیده نمیشه. نظرت چیه؟ این بخشی از حقیقت در جمله، در این کامنت یا پیام این فرد هست. تو اروپا هم خیلی هاشون خیلی اخلاق مدار هستن و خیلی ها اون مسئله، یعنی یا حالا چون به خاطر اعتقادات مذهبی که دارن، یا چون با بیس اعتقادات مذهبی هم همین، تو همین آلمان هم خیلی خیلی زیاده. خب پس برای این، ولی مبارزاتی که آزادی خواهان در آلمان در اروپا دارن میکنن، خب یه مقدار بیشتره، اما این مبارزات هنوز به یه جایی نرسیده که واقعا مثلا تمام اینها، حداقل تفاوتش در این هستش که این افرادی که این صحبت ها رو میکنن، مسائل رو مطرح میکنن، یا طرف میگه که من کمتر مورد فشار چیز هستم، ولی به این معنا که جامعه پذیرفته، این فردی که این کامنتو داده بخشی از، یعنی درست جامعه هنوز نپذیرفته شما، ولی اینا مثلا اگر زنه، من خودم یه موردی بود که زنش رفته بود توی حالا اورلاب، حالا یا وکیشه یا هالیدی، اینی که رفته بود با رئیسشون، خب بعد میره حالا نمیدونم مست میکنه یا حالا چی، یه سکسی هم میکنه حالا با رئیسش، بعد که اومده بود بزنی به شوهره میگه، حالا میزنه و حامله میشه زنه. خب از این بعد میگه که بابا ما یه سکسی کردیم و با این رئیس که رفته بودیم اونجا برای یه کاری، دوره کاری رفتیم و بعد حامله هم شدم. با شوهر میشنن حرف میزنن، شوهره میگه که نه ننداز، بذار بچه بمونه، بچه میمونه، بعدش میزنه و بچه سندروم دان در میاد. خب از اینایی که حالا من نمیخوام کلمه منگول به منگولیسم، در واقع این البته من چیز نیست، یعنی چون از اون شباهتشون به اون فرقه میاد، حالا سندروم دانی در میاد. حالا این خب برای زنشو چیه، میگه خب حالا رفتی هم چی کاری هم کردی و دیگه حالا دیگه پیش اومده دیگه، ولش کن، نمیاد، اوی اوی با کشمت فلان، این کار نکرد، اینقدر با من نرمال برای من تعریف میکرد انگار رفته بود. بعدا من این بچه رو من دیده بودم، خیلی میرفتم چون تربیت چیز داشت، پرورش انواع پرنده های چیز داشت، پرنده های آسیایی داشت، بعد این تخم مرغ آبی و تخم مرغ سبز تولید چیز میکرد، خیلی من دوست داشتم اینا. بعد من میرفتم هر دو سه هفته یه بار با دوچرخه، حالا جریان مال الان مرده ها، مرده خیلی وقت مرده، خودشون موقع که تعریف میکرد من هفته، جریان مال 10-12-13 سال پیشه، میرفتم و بعد این دختره هم مثلا دوست داشت، بعد میگفتش من این دختری که الان همین سندروم دانیه، من از همه بچه ها بیشتر دوستش داشت، دوستش داشت دیگه اینو، میگفت اون دو بچه های اصلی خودم رو اینقدر دوست دارم که اینو، نمیخوام بگم که تو کشور چیز چی میگم،
اینجا یه مقدار ملایم تر برخورد میکنه. آی بزنی چی کار کردی، فلان کردی، باید بکشمه، چرا رفتی، چی، ای غیرت، ای من بی غیرت. البته خوشبختانه مردم ما الان یکم دارن حد این رسانه ها و اینجور مسائل و اینا براشون عادی تر میشه که بابا شما مثلا میخواین گوال بروتال یا نمیدونم خشونت اینا نشون بدید سر این مسئله، این فنره بیشتر اونورتر کشیده میشه و بدتر برخورد میشه. حالا میخوام بگم اروپا برای من الگو نیست شخصا. منم نیومدم اینجا که اروپایی بشم. تو من اومد من رو خیلی از حرفایی که اینجا بزنم خودشون اروپایی منو میبرن به چیز. من الان اگر این برنامه اتفاقا داتن شوتس و این حریم خصوصی و فلان اینجور چیزا اینجا خیلی خیلی بدتر از ایرانه. و تازه بعضی وقتا میگم برحال این، ولی من مخالف منم. یا مثلا فرض که شما الان یه کار اینجوری بکنید، من یعنی مدافع اخلاقیات اروپایی اروپا نیستم. من از در مقایسه با اون مسائلی که خودم دارم میگم که خیلی خب در این رابطه ها حداقل مثلا فرض کن نسبت به جریان مولود پیشنت رایت هست در رابطه با این مسئله. وقتی که میخوام بگن که خب من هم اینجا رو تجربه کردم، هم بیمارستان ایران رو تجربه کردم، هم بیمارستان اینجا رو. اینجا اومده خب درسته که همون دواها و فلان، بعد اومده گفته خب اینجا پیشنت رایت از شما اگه نمیخواین دارو رو نخورید. من یادم اولین بار گفتم مقایسه کردم با همین بیمارستان میمنت که دهن آدم رو میگرفتم پیشنت رایت چیه بابا؟ خب در این رابطه ببین میخوام بگم مقایسه کنیم پیشنت رایت یا حالا به حق بیمار، حق تصمیم گیری بیمار برای اینکه اون چیزو قبول کنه یا نه. رایت یعنی حق، حقوق بیمار که در رابطه با اینکه اون چیزی که ما میخوایم در رابطه باش اعمال کنیم رو اون حق اینو داره که دفع بکنه قبول نکنه. دو دقیقه بیشتر فرصت نداری. خب بچه ها خوش گذشت، عالی بود. لبخندات قشنگه. من میخوام یه سوال بپرسم، ظرف یک دقیقه و نیم جواب بده فوری. آیا به این که زن و مرد نسبت به هم با رضایت قلبی تعهد داشته باشند و کار دیگر دنبال کسی نرن، آیا این برای تو ارزشمند هست یا نیست؟ اگر توافق بین خودشون واقعی باشه. نه نه ببین من تعهد رو این چون بحث خیلی مفصلی یه دقیقه نمیشه، ولی من کلا تعهد رو قبول ندارم. معتقدم که تعهد یه چیز کلامی نیست، یه چیز واقعیه که توی ناشی از عشق به وجود میاد. یک رفتاره، یک حسه، نه اینکه ماشین. اگه اون دو طرف نسبت به هم چه حسی چه رفتاری اون تعهد رو به وجود میاد دیگه، مثل این که الان تو به من یه کار کردی من الان چیزی رو یا قبول نداری، یعنی قبول داری که آدم ها یه هم چیزی رو داشته باشن برای تو ارزشمند هست؟ اصلا ببین تو رابطه رو آزاد بذاریم این تعهد به وجود میاد، تعهد واقعی با خیزش از درون، نه اینکه به ما القا بکن تو باید اینجوری باشی اونا. ببین بحث تعهد رو بعد انجام میدیم. برای تو ارزشمند هست یه همچون تعهدی یا نه؟ رو کاغذی و اینا نه. نه از درونی همین چیزی که خود تعریف کردی و آیا چیزی ارزشمند میدونی یا نمیدونی؟ وقتی رفت بر میگرده به اون مورد دیگه. بریم با سر موردی، یه دقیقه نمیذاره من راحت چیزی. الان ایک بابا منو تحت فشار همه جوری نسبت به همدیگه حس دارن و تعهد دارن، کسی هم زورش نگد، دین و اخلاقیات هم نیست، قرار داخلی خودشونو با رضایت. آیا برای تو ارزشمند هست؟ من ارزشمند اون رفتاری، اون حسیه که در موقعیت به وجود میاد، در زمان حالشون به وجود میاد. وقتی عاشقانه است قشنگه. مرسی. مرسی از تو. ادامه میدیم این بحث رو. ادامه میدیم. باز من به چالش میکشیم تو رو. بکش. روز روزگار دوستان.